بیندگان عزیز، دوستان گرامی، سلام های گرم و پر از حرارت من را بپذیرین. آرزو دارم که در هر گوشه و کنار دنیا هستین به صحت سلامت باشین، جور و خوش آرام باشین و با امید آرزو پروگرام تلویزیون افغانستان مسجی از لس آنجلس از شبکه جهانی آریانا افغانستان خدمت شما تقدیم میکنم. برنامه امروز برای 2 ساعت است. ساعت اول میریم به مسائل افغانستان و موضوعات روز و تلفن‌هایتان و ساعت دوم یک موضوع دیگه است. خب بیننده عزیز، شما میفهمین که امروز دنیا به یک دکده بسیار کوچک تبدیل شده، مخصوصا توسط فیسبوک. در هر گوشه و کنار دنیا هر کسی که سر کار به کامپیوتر داره، به اینترنت داره، یقینا که فیسبوک داره، یک صفحه فیسبوک داره که در صفحات فیسبوک خود، البته کسانی که با فیسبوک کلانای ما و اینا که زیادتر آشنایی ندارن، یک اندازه میگم، دیگر آخو میفهمن، بس عکسای خود شیر میکنن، سالگری خود، نمیفهمم مسائل روزه و افغانستان و مسائل سیاسی در تمام دنیا. یک چیز دیگه از فیسبوک است که در دخترها و پسرای جوان از طریق فیسبوک آشنا میشن، بعد از او باز اینا یک رابطه پیدا میکنن، بالاخره رابطهشان منجر به ازدواج میشه یا که ازدواجشان موفق میباشه یا نمیباشه. شما باور میکنین که من خودم وقتی آنلاین میشم به فیسبوک از داخل افغانستان، بچه بسیار جوان، خب دل میسوزه برشان که سلام میتن راجع به زندگی یا خود گپ میزنن، من جوابشان تا اندازه که دلم بخواه، یعنی به مود باشم، حوصله داشته باشم، در غیر از اونی بالاخره، یعنی شما باور کنین که من چقدر تقاضای ازدواج بر ما که طرف از عکس از بچه سعی میکنم میگم که آقا جان، بچه جان، تو خود مثل بچه ایم وارستی، تو میگه گپا با من میزنی که سجا جان میخوای ازدواج کنی امرای من؟ خود دلیل از اویست که من که مثل مادرش هستم امرای از اوی ازدواج کنم، کوری از ما بین افغانستان در امریکا بیارم. خب به هر صورت ما برای خط تلفن یک دختر جوان دارم که یک پرابلمی از طریق زمین فیسبوک برای خواهرش پیدا شده، که البته خواهرش و شوهر خواهرش در افغانستان است و شوهرش در امریکا از طریق فیسبوک یک مناسبات پیدا کرده و عروسی میکنه یا عروسی کرده. بیاین که از زبان خودش بشنیم که خودش چی میگه. بی بی جان گل، سلام علیکم، چی حال دارین؟ سلام علیکم سیده جان خان، چطور هستم؟ مهربانی، زنده باشین. این بی بی جان، این میکروفون در اختیارتان، بگوین داستان خواهرتانه. من خاطر نخست از اول من تشکر میکنم از شما تلگرام که برای ما وقت دادن. من یک چند ماه پیش یک خانم از اینجا رفتن امرای یازنی ما عرصی کردن در این و بعدا دو اولاد داره، یکی 6 ساله است و یکی شام 2 ساله. خود خواهرم بسیار جوان دختر است، مگم اطلاع ندارم سقعی که دختر آرسی کرده، خبر داره از آرسی زیان میادم یا نداره؟ این دختر این دختر در امریکاست؟ بله بله در امریکاست. بر ما گفتی نام نگی، نام یادن بر ما بیبی جان گفتی که شاید به سنای بزرگتر هم باشه، یعنی 30 چند ساله و همه خدرها باشه، رایت؟ بله. و یک بچه هم دارم، فکر کنم که اطلاع دارم از طریق خاله خود این دختر به این آدم آشنا شده و بعد در این رفتن عروسی کردن و این برای عشیره ایم گفتن که من میرم، اما تا این بر چکر یا میرم به حساب فوتبال یا، و بعد خبر شدیم که نه این رفته کرده دو نکاح کرده. حال کارهای از این در جریان است، بخواه برم مدام از دفعه عشیره ایم بسیار لطف میکنه، خوزادای من بسیار زیاد لطف میکنم و بسیار خانه بسیار آلت شد خراب است. من از این خانم لطفا خواهش میکنم که این کار نکو، به خاطر یک افغان این کار نکو، اگر امکان داشته باشه این فایت میباسم، من هم لطفا این کار نکو، به خاطر دو دانه طفل لیزه که در افغانستان ما شما خبر داریم چقدر شرایط خراب است. در اون شرایط خراب چطور میتونه یک زن جوان همراه دو طفل خود بدون پدر زندگی کنم؟ دیگه امید نیست برای دو خانم، برای دو دانه طفل دیگه امید نیست. و خود از این خانم به پدری را دیدم و میفهم پدر مادر ندارم، بفهمین از دل از او طفل بیاین قدر خورد است چطور میتونه بدون پدر زندگی کنه؟ یک طفل تا کادم تا
تا دم پیری هم آدم مثلا مادر ضرورت نداشته باشه، مگم او خوب بسیار خورده، بسیار خورده، تنوز خودم نمیشناسه. خواهش میکنم، خواهش میکنم این کارو نکنه. اگه خب یعنی بسیار زیاد جانم تشکر. ما قراری که ما و شما گفت زدیم، ما فکر کردم که شوهر خواهرت امرای ای خانم در امریکا از طریق فیسبوک آشنا شدن و بعد از فیسبوک آشنا شدن باز بدن دامی پیریان گفت زدن باز بی رفته در این باز کده که دیگر نکاه کردن باز پس آمدن امریکا باز بدن کارای در جریان است. مگم اید نه فامام که چی کنم، فقط خب در فکر مامت خودت آمدی. تشکر قندم. من یقین دارم که امید است که امی خانمه که در امریکا زندگی. بی بی جان گل به صحبتات خلاص شد که امروز خدافیزی کنم که باز من خودم هم یک تبصره کنم. بله آتنا اینم خواهی جان فریه جان قند که زندگی یک اشتو که ریزار نجات بتن لطفا خواهش میکنم. من تنها تشکر میکنم که مداری لین آوردین. یک جان تشکر میکنم میگوستم روز خالی برسان. تشکر عزیز دلم، خداحافظ با مان خدا. خب بیننده عزیز، امی دختری که یک طفل دگام داره، یک عروسی دگام کرده بود، در مابین امریکا زندگی میکنه. این رقم خانمایی که یک شوهر عروسی میکنن بس طفل خود، یک طفل هم دارن، یک بچه هم دارن و سرکار هم را یک مرد زندار پیدا میکنن که مردای زندار بسیار چون در دین اسلام میگن یک مرد چهار زنق داره و این اساس بسیار یک موضوع شرعی بر خود دادن که ما میتونیم که چهار زن داشته باشیم. اما قرار کمی دختر جوان بر ما گفت که خواهر خود با امی خواهرش به حد به اندازه میزنه، اما می تلفن هم میگیره که زن دیگه بشنوه. من نمیفهم که امی خشونت رو ببینین که امی زنی که در مابین امریکا نشستی و امی برنامه مره میبینی و امی صدای از این دختر شنیدی، چطور میتونی که یک مرد از افغانستان بیاری زن اولادش سرش طلاق کنی و باز فکر میکنی که تو خوشبخت میباشی؟ او مرد که در خانهت میایه نه انگلیسی میفهمه نه پول داره نه سواد امریکایی منظورم داره، بازو چی میکنه؟ او خو نانخورت از بعد از یک سال در فرقش زده از خانه میکشیش به خاطر از اینکه این چیزا واقع شده. به این اساس پیش از اینکه زندگی از اونا رو برباد بسازی، بیبی کمی خواهرش گفت که به خاطر اولادایش رحم کو. بیننده عزیز یک قصه دیگر رو براتون کنم که سر یکی همسایه ما، سر یک دختر امریکایی شد از طریق فیسبوک. البته من بسیار زیاد علاقه مندی دارم که جوانا گوشایتان رو باز کنین. یک دختر جوانی رو در همسایگی ما در فیسبوک امرای یک پسر آشنا میشه و باز بر مادر خود میگه، پسر البته مادرش برم کرد که چی یک بچه خوش صورته، در ماساچوستس در باستان درس خوانده و مستری گرفته، این دختر 26 ساله، بچه خود 35 ساله گفته. و خب اینا صحبت و گپ اول چت و مت در مابین فیسبوک میکنن و بعد از او تلفنی گپ میزنن و باز این دختر رو البته قرار میگذارن که با هم دیگر برن ببینن در یک کافی شاپ. وقتی که دختر گفته وقتی داخل کافی شاپ میره که یک مردی پیره ببینین در مابین امریکا، خود امریکایی کار میکنه، باز ما افغانستان مملکت پسماندر بگیم، میبینه که یک مرد به سن سال 60 ساله اما دستایشو میلرزه به این ترتیب. این دختر فکر میکنه که در این کافی شاپ خب به میسات هفت ممی رو وعده کردیم، این که هست که میره میگه که مرد میایه امروش سلام علیکی میکنه، میگه مستم، میگه تو نیستی؟ خود عکس که ما در فیسبوک دیدیم موخ عکس و میبینه که شباهت یک آدم، البته پیری از پس عکس جوانی های شکل عکس های خود در فیسبوک گذاشته. بعد از اون دختر آنقدر عصبانی میشه که یک سیلی جانانه برای ازی میزنه و بر مادر خود گفت که خدا را شکر که در این کافی شاب هیچ کس نبود و امو دختری هم که کافی فروش کافی را میکرد او هم مصروف بود که سیلی زدن از این ندید به خاطر از این کسی اینجا کسر سیلی زدن نمیتونه. بازی مرد گفته ولی من به پلیس تلفن میکنم که گفته هر کاری که دلت میخوای برو بکن و این قصر یعنی شما متوجه باشین که از طریق فیسبوک اینمی صحبت ها میشه.
به حساب فیسبوک امی عکس پسر امی بنیانگذار فیسبوک رضا جان قندبری صفحه تلویزیون بگذار و فیسبوک گفتیم شما ببینین امی بنیانگذارش یعنی می پسر است. این می پسر که شما میبینین این تقریبا در حدود چقدر پول داره رضا جان؟ 47 بیلیون رایت 47 میلیارد دلار اینمی آدم پیدا کرده از طریق فیسبوک و گفته تشکر و در روزا خانهش یک چچگک شده و گفته که 10% پوله برای خود نگاه میکنه و متبقیش برای مسائل بشر دوستانه مصرف میکنه. واقعا بلگیت هم این کار میکنه که به میلیون ها دلار بر ارگانیزیشن ها بر مسائل خیریه مصرف میکنه. امید آرزوست که کسایی که در افغانستان هستن و بوجی 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 پول دارن امید است. در امریکا وقتی که یک نفر که بسیار بسیار پول دار باشه وقتی که فوت میکنه میگه که 50% پول ما به اولادای ما اگر داشت برای فامیل در غیر از 50%ش در برای مسائل خیریه بره در ارگانیزیشن ها بره. خب روز چهارشنبه گذشته یک زن شوهر مسلمان نامسلمان پاکستانی اینا در سن بردینو در یک مرکز آموزشی معلولان فکر میکنم بود که اینا میرن و تقریبا 14 نفر میکشن و 17 نفر دیگر هم زخمی میسازن. سن بردینو تقریبا بر ما یک ساعت یا نیم ساعت نزدیک است. این پسر به نام رضوان فاروق و دختر ترورستی تشفین ملک اینا البته ای دختر ای پسر است همی پسر است و او دختر تروریستی ملاچران بان ای به پاکستانی دختر به دنیا آمده. ببینین که به زیر جاب یا چقدر نامسلمان هستند. در سن 4 سالگی به عربستان سعودی در پاکستان یه دختر تولد میشه باز از او به عربستان سعودی میه به سن 4 سالگی میبرنش و بعد از این در اونجا بزرگ میشه و این پسر در امی امریکا تولد شده. در امی دختر در صفحه فیسبوک خود نشه کرده بود که وفادار به داعش است، یعنی تا تابعیت خود به ابو بکر بغدادی اعلان کرده بود. البته این دو نفر از طریق آنلاین دیدینگ امرا یکی دیگه آشنا شده در کمپیوتر صفحات است که باز در اینجا دخترها و پسرها عکسای خود میمانن و بازو بر از اون مسیج میکنه و بازو بر از اون مسیج میکنه. از این طریق چیده شروع کردن دیدینگ از طریق نمیفهم که با فارسی امور بگویم و نگویم باز الباز بیننده قار میشن که چرا تر گفتم. خب هر صورت و بعد از اون بچه میره پاکستان و از پاکستان این دختر میاین در مابین عربستان و عروسی میکنن و میاین در یک طفل 6 ماه هم میداشته باشه که طفل 6 ماهی خودم فدای سر داعش میکنن. این زن کثیف عربی در عربستان کلان شده دیگه، یعنی یک زن افراطی که چنانچه که در CNN گفتن که تمام اکت از این زن که شوهرم زیر تاثیر بود یک اسلام گرایی افراطی همچی یک چیز نامش هم ماندن. یک چیزی که بسیار جالب بود که در صفحه فیسبوک خود باز نشته کرده بود که با مقابل بریتنی سپیرز یک آوازخوان جوان در مابین امریکاست، امروز در لاس ویگاس تقریبا 3 سال از کانترکت داره با میلیون ها میلیون دلار داره رضا جان. همی بریتنی سپیرز به نظر چند بیلیون شاید شده باشه پولش یا میلیون است، یعنی یک دختر میلیونر یک دختر بسیار خرد از خردترکیش با میلیون ها نفر عاشق شست including me. در صفحه فیسبوک خودم نشته کرده بود که اگه یک دفعه همی بریتنی سپیرز هم با گیرش بیای. و جالبتر ایست که اینا در خانهشان تجهیزات ساخت بم و اینا آن پیدا شده. 2 تلفن دستی داشتن، بازم تلفن دستی خود گرفتن تک 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 کردن به تراش انداختن هاردور امی چی میگن از کامپیوتر هاردور درایو میگن چی هارد درایو کامپیوتر خودم کدام جای انداختن. اینقدر یا ساده احمق پاکستانی خون پاکستان کثیف پنجابی
بازی رو انداختن، فکر میکنن که اینجا تلفن کمپانی هم نیست، اینجا کامپیوتر کمپانی هم نیست، هیچ چیز از اینا پیدا نمیشه و حال اینا دیگه باز پیدا میکنن. در مسجد ها میرن، دونالد ترامپ که کاندید ریاست جمهوری سی میگه باید ماسک ها مسجد ها بسته شوه، تمام مسلمان ها رو باز اینا یک چند کثیف پیدا میشه که باعث بدنامی مسلمان ها میشه. شما باور میکنین فکر کنین که اینا چقدر ترین شده بودن، در کجا ترین شده بودن که 78 گلوله را به سر پلیس فایر کرده بودن و بالمقابل پلیس 370 یعنی سوراخ سوراخشان کرد، سوراخ سوراخی دختر و بچه کثیفه که باعث قتل مردم بیگناه در ایام کریسمس که در امریکا در دفاتر در تمام جای فقط پارتی دادن به خاطر تجلیل از کریسمس است و اینا چون بسیار مردمای افراطی اسلامگرا هستند، اسلامگرای افراطی هستند، باید به امر بغدادی بکشن. خب هر صورت بیننده عزیز باز گپ جالبی است که اینا خودت نظر دارن که میگن والا اگر ما یک نفر بکشیم یک کافر بکشیم، خب به نظر از اونا اونا کافر هستن، اگر عیسوی هستن یا یهود هستن یا هندو هستن یا بودایی هستن یا نصرانی هستن یا هر چیزی که هستن، به نظر از این طرز تفکر کثافتا اونا خب کافر هستن. اگر کافر کشته شوه خب ما استریت میریم در مابین جنت. بازی بچه دیگه شوانه پیش خود فکر میکرده که او در مابین جنت، چرا که قرآن شریف نشان میداد در CNN در که ای به ای بچه همی قرآن شریف هم از زیاد کرده بود و باز در قرآن شریف خب مانا نشته شده که در مابین بهشت باز شهید خویی فکر کرد که اونا شهید میشه و باز میره و افتاد اوری بهشت در پلوش میباشه و این می باشن. چنانچه که یک ملای کثیف در مابین افغانستان رضا جان، امی ملای کثیف که مردار پیشری خود چانده و میگه که شما یقینا که در مابین همیشه کثیفای اسلامگرای افراطی اینمینا که البته تعدادشان بسیار کم است، اینا خو اینمی بینمی عقیده هستن که در مابین بهش رفتی. باز گپ جالب از این مردکی کثیف که برای این مردا میگه که زنای انارپستان باز در پیشتان میایه، 72 اور بهشت انارپستان، یعنی ببخشین برجستگی های وجودی یک زنه نامش انار مانده. والا برای زنا چی نیست دیگه، انباق سرتان در اون جنه میایه، اما برای مردا تمام اور بیشتید. بسیار با معذرت، بسیار با معذرت، با وجودی که من بسیار به خداوند عقیده دارم، او کثیفا آیا شما فکر میکنین که او پروردگار عالم یک جایی را در مابین او دنیا ساخته به نام بهش، او را روسپی خانه ساخته؟ بسیار با معذرت من این گپ میزنم، بخی من خسته کردین این گپایتان، تکه تکه میکنه اصاب آدمه. این بچه فیسبوک سعی کنین این بنیانگذار فیسبوک که 70 بیلیون دلار میلیارد دلار امروز میخواد که به تمام دنیا کمک کنه و چی از چیز رساخت، شما ششتین در فکر انارپستان هستین، کالی چی وقت در دنیا برین که در گیرتان انارپستان بفته و برای زنایتان هم بچه ها یا برای خودتان هم بچه ها. با معذرت که پروردگار عالم اقدر خرد ساختین، اقدر کوچک ساختین که ما یگان دفعه وقتی صحبت ها رو میشنم میگم او مای گاد، خدایا خدا در اونجا یک جایی ساختی مثل، خب ما چی تو بگویم که با امروز بی خانه بگویم بهتر است دیگه، که در اونجا فقط او رسم مرد هست، برای یک مرد 75 چاپی کردن با سر زن هم انباق در اونجا نمی آید. همین کلپ از این ملای کثیف یک دفعه بگذار کمیر هموطنهای ما که در داخل افغانستان برنامه های مرمی بیرن کمیر خوب برن یک دفعه همین کلپ مرا برش بارن که همین ملای کثیف دیگه این رقم صحبت ها نکنن. بینید عزیز با هم نگاه بکنیم. بدون شک به متقیان جای کامیابی جنت است و باغ و انگور هاست، حور است، انار پستان هم سن و سال، کواعب جمع کعیب کعیبتان معنای سینهای انارپستان، اطراوان در سن برابر به جنتی ها داده می شود. خواهران و مادران ما نرنجن که سر ما انباغ می آید، خلاصه تان اطراوان در سن برابر به جنتی کعیبتان معنای سینهای انارپستان،
سینه‌های انارپستان اطراون در سن برابر به جنتی ها داده می شود. خواهران و مادران ما نرنجن که سر ما انباغ می آید. خلاصه به زنانه مو شوهر دنیایش است. در روز دیگه شوهر داده نمیش. قوت یک مرد جنتی برابر چندین مرد دنیا. در هیچ چیز زنانه کمبودی نمی شود. نه در میدان فوتبال، نه در میدان خصوصی، نه در عمومی. بله بیننده های عزیز، امیالی یک هموطن ما هم زنگ زدن و شکایت کردن که ما چرا امی گپ از این ملا در مبین قرآن شریف است. ولی اگر شما در قرآن شریف آوردین انارپستان، من امید در اینمی تلویزیون میایم و اینمی جا به شما تعهد میکنم که ما در زندگیم دیگه در برنامه نمیم اگر انارپستان در قرآن نوشته شده باشه. غلط باید بر مردم نگوین. در مابین جنت حور بهشته، در مابین جنت اصل است و شیر است و جویای شیر است، این آن است که در قرآن شریف گفته، مگر انارپستان نگفته. خب یک شیری بسیار جالب و شیرین از شاعر شیرین سخن و آزادی ایران سیمین بهابهانی برای شما میخوانم که بین مینا بسیار زیاد ربط دارم. میگه شدم گمراه و سرگردان میان این همه ادیان، میان این تعصب ها، میان جنگ مذهب ها. یکی افکار زردشتی، یکی افکار بودایی، یکی پیغمبرش مانی، یکی دینش مسلمانی. یکی در فکر تورات است، یکی هم هست افرانی نصرانی. هزاران دین و مذهب هست در این دنیای انسانی. خدا یکی ولی اما هزاران فکر روحانی. رها کردیم خالق را، رها کردیم خالق را، گرفتاران ادیانیم. تعصب چیست در مذهب مگر نه این که انسانیم؟ اگر روح خدا در ماست، خدا گر مفرد و تنهاست، ستیز پس برای چیست؟ برای خودپرستی هاست. من از عقرب نمی ترسم ولی از نیش می ترسم. از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم. تنم آزاد اما اعتقادم سست بنیاد است. من از شلاق افکار تهی بر خیش میترسم. به به، چه شعر زیبایی. خب بیننده عزیز، خواهر بسیار، ما بر شما عرض کردم که برنامه ساعت اول صحبت ها و گپ ها و رازا در دای دل خودم است. بعد از او تلفن های شما رو جواب میدیم، بعد از او به ساعت دوم، به برنامه دوم میریم، برنامه که فعلا راجبش گپ نمیزنم که باز در آخر برنامه باید بگویم. خب خواهر عزیز ما فهیمه جان گل عطایی یک خواهر بسیار نازنین و گل ماست در یکی از ایالات امریکا. این دیگه از امی صبح که از امی خواب بلند میشه برنامه های زنده را تماشا میکنه، هر برنامه زنده که باشه برش جالب است. تلفون های مردم قراره که خودش گفت. فهیمه جان میبخشین، برای ما گفت که دیروز آقای مجدیدی در تلویزیون در یک در برنامه داشت و در برنامه از ما تشکری کرده بود به خاطر از اینکه گفته بود آقای مجددی که ما چندین بار بر آقای مجددی زنگ زدیم. ما چندین بار بر آقای مجددی زنگ نزدیم، فقط یک بار زنگ زدم. فکر میکنم امرای خانمشان صحبت کردم، نمبر تلفن ما گذاشتم بر خانمشان و در برنامه ازشان دعوت کردم و بعد از او گفتم که شاید که در برنامه ما که آقای مجددی نمی آید دلیلش هم امکان داره کمی باشه که فکر میکنن که ما دین ستیز هستیم. ما باعث یک برنامه ساز با عقاید ضد و نقیض ما مصاحبه میکنم. آقای مجددی هم با میامد باید عقاید خودم میگفت و این که آقای مجددی فهیمه جان گفت که گفته اگر در این برنامه اگر ساجه زنگ میزنم، من ندیدیم برنامه رو، من نمیتونم زیادتر سبسرک کنم، مگر فهیمه جان گفت شما فکر میکنم گفتین که
در این برنامه زنگ بزنه سوال خدا کنه. من از خود برنامه دارم، من ضرورت ندارم که به برنامه‌ای که من نمی‌بینم من در اونجا زنگ بزنم و سوال خدا کنم. همچنان دکتر سفرید یونس بسیار لطف کردن، مهربانی کردن که شما رو در مسجد دیدن، فکر می‌کنم در مسجد گفتن، و نمبر تلفن من از دکتر سپ خواستین، در حالی که من نمبر تلفن برای خانم شما داده بودم. این که شما حاضر نشدین که بیاین در برنامه امرای من صحبت کنین، خب این قضاوت چه همتن ها میکنن، من دیگه زیادتر از این چیز نمیگم، اما تشکر از این که از من تشکری کردین، بهتر بود به من خود انسرینگ ماشین من زنگ میزدین، امرای خودم گپ میزدین، تشکری میکردین. خب در مورد از این که یک مسئله رو باید بگویم، کمی بعضی از هموطنهای ما که هستن اینا یک تعداد کم بینندهای عزیز، اینا فکر میکنن که دین اسلام نظر به می کشتار که است، نظر به می جنگایی که در مدل ایست است، نظر به ای انفجار انتحاری که در ما بین افغانستان است، هموطنهای ما فکر میکنن که نه تمام هموطنهای ما که ایره باید گپای ما رو خوب گوش کنین، یا قسمت اولش هم گوش نمیکنین، قسمت آخرش هم همین قسمت وسطش هم گوش میکنین، همین خوب گوش کنین. خب پیش از اینکه براجی به این بگویم، باز فایمه جان گل بر من گفت که همین برنامه ساز گفته که ما در هفته گذاشته من یک آهنگ گذاشتم، یا آهنگ به نام چی بود؟ باتوچی، یا یک خواننده جوان ایرانی با یک ارکستر بسیار کلان در لس آنجلس یک کنسرت داشت و یا هنگ یقیناً که برای آخوندهای ایرانی خوانده که خودتش نماز میخوانی و در عبادت میکنی و اما صغیره به بستر میبری و به تو چی که من می میخورم. خب منظورش در شعر خدا آورده که من می میخورم، یا در بغل من یک خانم هستی. ما اصلا برای زمین برنامه ساز بازی با سایما جان خنده کرد، گفتی برنامه ساز گالای کدام موضوع دیگه نداره، گفته که در هفته آینده من میخوایم که راجع به می مسئله از کلیپ گپ بزنم. خب من گفتم خب یک چیز بسیار واضحه است که یک نفر که برنامه نداشت خب مجبور است که از یک برنامه دیگه باز کنه، مگر یک قسمت از می همی آهنگ خوب گوش کو بیبی که یک قسمت می آهنگ برای تو هم رپ میگیره پیدا میکنه، برای زی که بسیار در می هر کار هر کس مداخله میکنی، راجع به می هر کس گپ میزنی. آیا مگر می تو نبودی که مثل می دختر پاکستانی در این می تلویزیون ماهی قبل که من یک برنامه تی دیده بودم، یک آدم تلفن کرد گفت که اشرف غنی و دکتر عبدالله را باید انتحاری برن، اونا را پیشی روی از اونا انفجار کنن، اما مگر تو نبودی گفتی جشنواره آقای بیاد باید در جشنواره باید انفجار شوه؟ با اون خاطر خوب گوش کوی شیره که شیر برای آدمای افراطی یکی مسئله عزیز که یک آدم در اینجا است، یک آدم هم در اینجا است، یکی هم در وسط است. شما در اینجا استین، باز در این پایان استین، باز ما در این وسط استیم، مردمای سنتی استیم. تعداد ما بسیار زیاد است، تعداد شما بسیار کم است. تعداد آدمایی که اسلام گرای افراطی هستند تعدادشان بسیار بسیار کم است. شما باور کنین که من از این مسئله زمین قبلا که گفتم که یک فامیل برام تلفن کرد، یک مسئله را کار داشت و در عین کانورسیشن و عین صحبت کردن گفت والا میخوایم که یک چیزی که از خدا پت نباشه میخوایم امیر برای خود تام. در اصل من نمیفهم که گپ سر چی آمد، گپ سر زمین موضوع سن بر دینو که این پاکستانی زن و مرد تروریست اشخاص بیگناه رو کشتن. گفت که والا ما چیز از امو سبای زن شوهر جوان هستن، یک دو یا سه اولاد خرد 10 ساله و پایین تر دارن. گفتن ما همیشه در مفصلی از این فکر میکردیم که باید از دین اسلام براییم و بالاخره اینمی کار باعث شد که وقتی که من زن امرای جاب جاب یاش دیدم که آمد و یک قدر نفر کشت، ما و شوهرم همیشه در فکر ازی بودیم، ادیان مطالعه کردیم، رفتیم در مابین چرچ ما مسیح شدیم. بر ما بسیار زیاد جالب است که یک مسلمان میگه که ما مسیح شدیم، چنانچه که شما بیننده عزیز میفهمین که امروز در امریکا و اروپا و کانادا و استرالیا آنقدر افغان مسیح شده که غیر قابل باور است که من نمیفهم چرا. خب بر ما بسیار جالب بود، ما از خانم پرسان کردم که چرا مسیح شدین، دلیل از این که مسیح شدین چرا؟
گفت والا تو رس کمی دین اسلام که ما حالا میبینیم یک دین وحشت و دهشت است. هر روز به کشتن است، هر روز انتحار است، انفجار است، همی کلپای را که خودت میبینی و اینان. باز ما برای ازی خانم گفتم و حالا از طریق ازی برنامه میگم که بیبی جان قند، دین اسلام دین وحشت و دهشت نیست. در این دین یک اشاریه نمیفهمم 4 بیلیون مسلمان است، میلیارد باش کال یک هموطن نشته که سجیه میلیارد یاد نداره، ایلیون میگه، بیلیون هم نگفته، ایلیون میگه، به انگلیسی بیلیون میگه. در یک اشاریه 4 یا 5 مسلمانی که در دنیا است، همه گزینا مردم مسلمان هستن، مردمای تررست نیستن، مردمای که وحشت و دهشت به دنیا. یک در هر دین و مذهب یک چند کثیف پیدا میشه، یک چند قاتل و جنایتکار پیدا میشه، یک چند که البته به مفاد شخصی خود اینا میرن مردم بیگناه رو میکشن، باز تمام علا و بلا به گردن تمام مسلمان ها میفته. واقعا من با بسیار افتخار که وقتی من از یک امریکایی پرسان کنه که با کدام، بعض وقت پیدا میشه که میگن که با کدام دین هستی، من با بسیار افتخار میگم من مسلمان هستم، به خاطر از این که من میفهمم که ما پدر من مسلمان بود، پدر من شریف ترین یک انسان در روی زمین بود، پدر من تمام زندگیش کمک کردن به انسان ها بود، پدر کلان من همچنان او هم یک مسلمان بود، نماز میخواندن، روزه میگرفتن، در مسجد میرفتن، خیرات میدادن، زکات میدادن. ما خود وحشت و دهشت خود در مابین افغانستان وقتی که ما بدم، ما وحشت و دهشت ندیده بدم. اینمی وحشت و دهشت مسلمان در تمام دنیا، مسلمانای ایران، مسلمانای افغانستان، مسلمانای مالیزیا که من رفتم، اینمی عربا هستن که اینا در اینمی 1400 سال است که فقط میکشن. تمام مسلمانای به این ترتیب نیست و گناهی از اونام نیست، به خاطر ازی که اونام تا تربیه شدن. خب بینینده عزیز، از این صحبت ها که بگذاریم، باز هم یک موضوعی در مسئله افغانستان، در موضوع رئیس جمهور افغانستان بگویم که ولا امی گپای رئیس جمهور افغانستان در یک مصاحبهش در آلمان مرا بسیار متاثر ساخت و واقعا کنال به این نتیجه میرسم که هیچ یک کسی که تعلیم داشته باشه، دکتری داشته باشه، اما عقل نداشته باشه، بینش نداشته باشه، اما دکتریش بگیرین به میترش بندازین. امی جوابای از این آدم در مصاحبه که در آلمان کرد آنقدر بر ما که من شنیدم، باعث یک بیننده که او خودش که همون ساعت عصبانی میشه و گپ میزنه و این میکنه و این میکنه، او خودش فکر میکنه که والا تنها مستم و اینمی خبرنگار است، اما این رو فکر نمیکنه که اینمی بر در فیسبوک میره و تمام افغان ها، تمام اروپایی ها، تمام همه جای میبینه. در ما بین در مسئله مهاجرین میگه که والا خب این کمی کلپ ببینیم که امی مهاجرینه که اینجا بشقاب شوی، میگه که در سرکای آلمان طلا فرش نشده. اشرف غنی چطور میتونی که همه تو یک گپ لوده گمش که دیگه لغات بسیار کتکتر دیگه استفاده نکنیم، شفنی شفتالو بسیار یک لوده گیست که رقم گپ بایست یک رئیس جمهور میزنی. در کجای دنیا قالین طلا فرش است؟ در کجای سرکای دنیا طلا فرش است؟ مهاجرینی که از مابین افغانستان میبرایه اینا همگی از اینا خو بشقاب شوی نیستن. ما امروز مهاجرین داریم، خدا سرشان روز آوردن. اگر در مابین آلمان و اروپا فرش طلا نیست، مگر در زیر رهبری تو فرش انتحار و انفجار و کشتار و قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر و دزدی و فساد است. چرا این مردم از افغانستان میبرایه؟ به خاطر چی میبرایه؟ مجبور هستن که میبراین که حیات خود نجات بتن. وقتی که مهاجر شدن مثل ما، باز یقیناً که با بسیار مشکلات هم ظرفشویی میکنن، هم بشقابشویی میکنن، هم گاردنینگ که همی سبزار
باغوانی میکنن، اما بالاخره به یک جای میرسن. تمام افغان ها امروز تمام افغان ها در مابین اروپا و امریکا بهترین زندگی دارن. یک توهین به تمام مهاجرین است، یک گپ بسیار غلط است. امروز بسیاری هموطنان ما در مابین امریکا و اروپا و کانادا و امروز یک زن مهاجر افغان اشرف غنی در کانادا وزیر شده. چتیات باید نگویی. ای فای که اگه یک آدمان برات رای داده، ای فای که ما گفتم از بدترین بعد انتخاب کنین. ببینید عزیز کمی صحبت های رئیس جمهور مغز نامتفکر دنیا رو با هم یک جا نگاه کنیم. با هم در این گفتگو رئیس جمهور اسوی گفتگو کننده درباره دادگاه های صحرایی در ولایت غور انتقاد می شود. اما رئیس جمهور می گوید که این میراث نفرت انگیز است که از گذشته ها به جمهور در این گفتگو می گوید که آینده شهروندان کشور در افغانستان است، نه در بیرون، و بیرون جز با ظرفشویی در میان مردمان طبقه میانه جد. رئیس جمهور در این گفتگو در پاسخ به چگونگی بیرون شدن خلیل الله فیروزی از زندان می گوید که اکنون وی دوباره به زندان فرستاده شده است. در این گفتگو از رئیس جمهور پرسیده می شود که خلیل الله فیروزی از طرف شب زندانی است یا از طرف روز. پاسخ رئیس جمهور این است که وی در زندان بگرام شب روز زندانی است. بله بیننده عزیز، یک مسئله دیگرم برای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بگویم که با خدا اگه بشقاب‌شویی شرم باشه، یک کار بسیار آبرومندانه است که یک آدم میره در یک رستوران بشقاب میشه، اما اونمو پول و بسیار حلال در مابین خانه خود میارم. اما مثل شمایی که بودپاک هستین، نوکر هستین، جاسوس هستین، یعنی چی نیست که به خارجی ها نیستین، گدایی گر هستین، هر چیزی که در دنیا فکر کنین هستین. امی آدمی که سوال کرد که اولادای تمام شما بلند پایه ها در مابین بیرون از افغانستان است، در عیش و نوش. اول اولادای خودت رئیس جمهور افغانستان جواب چی بود؟ چقدر زیرکانه تیر میکنی؟ یا هیست که نمیفهمی؟ یاد نداری که چی رقم جوابش بدی؟ والا مسئله اجرت بسیار دیگه. وقتی که راجع به اولادای خودت و از دکتر عبدالله که در هند است و از او که در انگلستان است و از محقق که در ایران پرسان کرد، والا مسئله مهاجرت یک موضوع بسیار پیچیده است. خب برصورت بیننده عزیز میریم یک چند تلفن شما هموطنان رو جواب میگم، بعد از او بر برنامه ساعت دوم میریم که منتظر برنامه ساعت دوم باید باشین. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. بله سلام علیکم سجاد جان خان، من یکی اوه مای گاد چی گپ شد. بله بیبی جان هستین؟ هلو اروپا زیاد شده. ببخشین من متاسفانه، ببخشی جان من، خواهر گل من، من بدبختانه به این وقت که شما میخواستم صدا رو بلند کنم به یه بعد از یک لین دیگر رو گرفتم و صدای شما ماند که اول شما سلامالی کردین یا هرچی کردین من اشنیدم. اینال بفرمایین از سر بیننده گل عزیز خواهر قندم بری خط است. من یکی از شوندای مقیم شهر آباد هستم. بله در ارتباط خانمای اینجا پوش افغانای ما میخواستم بگویم که اینا نه تنها انتحار رو انفجار میکنن بلکه دوزی هم میکنن. خانمای ما؟ نه خانم افغانا؟ بله افغانا. نه اما خانم اختران در شهر آمبور قایج است که وقتی که به سرویس بالا میشین از دروازه پیشرویی که موتروان در اونجا هست شما باید یا تکتان نشان بدین یا یکی تکت بخرین. یک دو افغان اینجا پوش از سرای دروازه پیشتر سرویس بالا شدن، موتران در لاوسپیکر گفت که خانمایی که از پسر بالا شدن لطفا پیشوری بین تکت خودشان بدن. خانما تکت های خود از زور برای موتروان در حال که موتروان رو دیدن نمیتانست بینه که از کدام باست از کدام تا میخواست اینا نشان دادن. موتروان با صدا کرد گفت که یا پایین شوین یا یکی پیشوری بین تکت های نشان بدین. اینا رستن تکت های تقلبی خود که نشان دادن، موتروان برشان گفت که باید شما تکت بخرین یکی تا شوین. بالاخره یا تکت خریدن و ما دلم طاقت نکرد که زالیم به کفیدن آمده بود. گفتم ایجاب می پوشن مانای ایجاب نمی فامن و دوزی بر آلام می کنن. بیبی جان شما گفتین که خانم ما افغان بودم ایده خانم. بله مگر اترست که یک دو خانم افغان که با ایجاب میره عین کار میکنه پول بس نمیته
تمام خانما رو شما با یک بار رنگ کردین. تمام خانما انتقال مثل رسیس که ایجاب می پوشن که ما مسلمان هستیم. مسلمانی مانایش دوزی نکردن، خیانت نکردن، مال کسی را خوردن، نکشتن و امثال گپاست. اما برالا یا دوزی می کنن. آها خب خب شاید حتما پول باز پول داشتن تکت خریدن. بله 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 واقعیسته که وقتی که باز شیشتن باز آیفونای شش خود کشیدن و یکی بده که گرسو دن قصه کردن. مگر من مشناسم بعضی از خواهرهای ما را که اجاب می پوشن واقعا بهترین فرشته های از دنیا هستن. یعنی تمام کسی سادی جان قد ما شما کنم ما اولاد مسلمان هستیم. در افغانستان همه مسلمان بودیم، از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمدیم. در گوش هر کدام ما شما آذان محمدی داده شده، یک چادرت که سر خود می کردیم یا نمی کردیم، ولی در دل پاک بودیم، مسلمان بودیم. گفتی شما که پدرتان و پدرکلانتان خیرات می داد و نماز می خواند و روزه می گرفت و عبادت می کرد و زکات می دادن، همی کار کالی می کردن. خب مگر یک چیز از قربان جان، مگر یک موضوع است که امی اسلامگرایای افراطی اینا اینقدر در خود غرق هستن که یا میگن که امی تمام میلیارد ها نفر که در دنیا است یا باید رقم ما باشه. حالا مثلا من خود نمیترم، من امروز سر اولادم کنترل ندارم. ما فقط یگانه چیزی که در این دنیا کنترل دارم اینه تلفن است که فقط به دکمه را که دکبتم شما را قطع میکنم. دیگه مثلا هیچ کس کنترل ندارم در این دنیا، کس کنترل ندارم. مثلا کیا میگن که ما امی البغدادی کثیف چتل از گروه داعش این میگه که ما تمام دنیا را مسلمان میسازیم. دخترم دیروز به دیشب بر من میگفت مامی یادم میگه که در بمباین تمام دنیا را یا مسلمان میسازه. این چطور امکان داره که یا تمام دنیا را مسلمان بسازن با زور کشتن؟ یعنی این چی مانا داره؟ در مقابل بم اتم امریکا قرار دارن و از خاطر یک تق تق که اون یک نفر اونجا میکشن یک نفر اونجا، یا میخواین که امریکا را مسلمان بسازن؟ شما این بدبختی را سعی کنین. خب قربان جم یک دنیا تشکر میکنم، یک جهان ممنون شما. مقصد من از تلفنی بود که شاید که یعنی تو افغانی که این کار کردن هم پروگرام شما رو ببینن و اقلن به خود بیاین و هم موچادرکای خود گام کش کنن، ایجابکای خود خوبتر بسازن، ولی پیسی دولت نخورن و دزی نکنن. تشکر عزیز دلم، یک دنیا ممنون شما. بیننده عزیز یک موضوع دیگه هم مونده، باز بریم سراغ تلفن‌هاشون. بسیار می‌بخشین که من فراموش شدم. شما می‌فهمید که چقدر همین موضوع هجرت مهاجرت که راجع به اشرف غنی گزارب زدم، متاسفانه بدبختانه چی بدبختی نیست که سر مردم بیچاره و بدبخت ما در افغانستان آمده که باور کنین که من یگان بار میگم که او خدایا چرا قدر بدبختی فقط در مابین افغانستان باید باشه. همین کشته شدن 7 طفل در میدان وردک، یکسای از اینا رو که من در فیسبوک میدیدم. رضا جان همین پدر کلبش آماده بساز، یا مثلا همین یک شمال همین داستان غرق شدن همین کسایی که در اقیانوس در بحر داخل میشن توسط قایق‌های کشتی‌های بادی یا whatever. امی پدر کمی داستان از این پدر که من دیشب شنیدم، اگر من بر شما گارانتی میکنم که اگر هر کدامتان به خاطر از این پدر عشق نریختین که چطور اینا زندگی خود به خطر مندازن که از اون مملکت براین و بیاین که زندگی بهتر بر خود داشته باشن، از شوق نمیبراین. مردم افغانستان از شوق مهاجر نشدن، مردم افغانستان از جنگ برآمدن، مردم افغانستان از انتحار میگروزن، مردم افغانستان از انفجار میگروزن، مردم افغانستان از وحشت میگروزن، مردم افغانستان از دهشت میگروزن. همی پسرا میبینیم بعد از باز به سراغ تلفن شما. من شما را همگیری برای خط میبرم. رضا جان ما دستی بفرمایید، خواهش میکنم. بغل با کانگرو بسته بود، خیلی وضعیت اسفبار، نان نبود، آب نبود، یک شب یک روز جنگل ماندیم و سردی هم بود. روز به دلیل اینکه پلیس ترکیه گزمه داشت و آب ننداختیم، شب ساعت 6 یا 5:30 شب ما را به قایق پلاستیکی که خیلی خرد بود به احتمال زیاد 5 متر می آمد، 19 نفر با جمله 5 طفل سوار از قایق شدیم. پس رای برگشت نداشتیم، قاچاقبرا تفنگچه داشتن و تهدید میکردن اگر بالا نمی شدیم.
با او قایق بالا شدیم، طول موج 2 متر بود، موج آب، آب خیلی شد، رفتیم 15 دقیقه بله. تیر شد، در بین آب بودیم که باران گرفت و موج زد، کشتی موتورش گل شد، قایق ما زیر آب شدیم و همه ما افتیدیم به آب، دیگه کشتی وجود نداشت بله. و چگر کن استراحت تیر زد، خانمم دور از ما بود، خانم ما دستش گرفتم دیگه بله. موج آب هر طرف تیر ما کرد، یک دختره که 12-13 ساله بود از یک کشتی ما کشش کردم روی آب آوردمش که در آخر خبر شدیم و زنده است. بالاخره 4 ساعت در بین آب بودیم، خیلی تلاش کردیم که برایم تفلک در بین نیست تفلی 4 ماهیم در بستم، من هم موندم او زیر او برا خودم زیر او میرفتم، تفل ما بالا گرفته بودم، او سرد بود، یخ بود، یخ زد لبکاش میلرزید، چند بار دستم در گلونش وردم بکشمش، کشترم بارستمش. بالاخره 4 ساعت 4 نیم ساعت در بین او در آسمان الله نشته شد. برآمدیم ساعت 11-12 شب نمیفهمم، کشتی آمد ما را کشید از بین آب، تمام بدنم شوریده بود، رفتیم رفت خانه دوا گرفتیم. 9 روز 10 روز از حادثه میگذرم، نمیفهمم زندگی ما هیچ، اصلا نمیتونم اصلا سر قصه کنم، سرم بیادم میاد تکه تکه بشم، پارچه پارچه بشم. بنده ناچار بیچاره، من میخوام بگم که ما قصد رفتن به اروپا نداشتیم، فقط من اگر اروپا میرفتم در 50% دامیل نمیکردم، من اگر اروپا میرفتم بیمه سیگه خدا خلاص نمیکردم در ترکیه، من اگر اروپا میرفتم همه پول خدا ترکیه خرص نمیکردم. فقط میخواییم اما ای شما جور سلامت باشید. بله بیننده عزیز، از او پروردگار عالم میخواییم که خداوند به این مادرها و پدرهایی که اطفالشان غالمغال، اطفالشان شوخی های اطفالشان، چی بگویم که اطفال خدا بردن و دفن کردن، الهی خداوند برشان صبر بده از هر در و دروازه. خداوند به این جوانی که طفل 6 ماهیش، چی میفهمید که بالاخره طفل 6 ماهیش در بغلش جان میده، خداوند بر ازی هم الهی صبر بده. برگشت همه به سوی خداوند است. یک چیز بسیار واضح بیننده عزیز، بسیار با معذرت که نمیتونم تلفن های شما را فعلا جواب بگویم، با وجودی که من شما را همه گیتانه برای خط ماندیم، مگر نمیخوایم که جواب بگویم برای زی که ما به ساعت 2 میرم و موضوع ساعت 2 ما باید برتان بگویم که بسیار مهم است پیش ما. البته یعنی پیام ما برای هموطنهای خدا پرستم است، برای هموطنهای فرشته صفتم است، برای هموطنهای خداشناسم است که واقعا همیشه اینا ما وقتی که یک موضوع را برای این هموطنها آوردیم به تلویزیون گفتیم، اینا دست هموطنها را در افغانستان گرفته. من میخوایم داستان یک فامیل بر شما بگویم که یک در امی جنگ هایی که در قندوز اتفاق افتاد و قندوز طالبا تصرف کردن در ظرف یک هفته، که البته یقینا که در جنگ شد و در این جنگ یک تعداد از هموطنهای ما فرار کردن، مثل زمی جوان یک تعداد از هموطنهای ما کشته شدن، در بین زی کسایی که کشته شده یک فامیله که هم پدرش و هم پسر جوان 18 سالش در این جنگ قندوز کشته شد و این زن
با 6 طفل خود که 2 دختر یا 3 دختر و 3 پسر خرد و ریزه خرد و ریزه اینا فرار کردن از ما بین قنداز و به مزار آمدن و زندگی از اینا بسیار زندگی. بینین دای عزیز شما که امیال کلپ از امی فامیل هم میبینین، شما خود به جای از امی فامیل خواهش میکنم قرار بدین، فکر کنین که ناناور خانه تان که مثلا شما یک زن هستین اولاد دارین، فقط ناناور خانه تان خدای نخواسته خدای نخواسته در یک اکسیدنت موتر در امی امریکا اروپا و کانادا خدای نخواسته جان خود از دست بده، شما چی میکنین؟ شما شاید اولین چیزی که فکر کنید که او خدایا من پیسه خانه را از کجا کنم، من کرای خانه ام از کجا کنم، نان از کجا کنم، لباس اولاد ام از کجا کنم. خب باز در اینجا خود در امریکاست، مخصوصا که اگر اولادا خرد و ریزه باشه خود در اینجا خود باز کار میشه. من این کلپ برای شما میگذارم بیننده عزیز، بعد از این کلپ من برای یک ساعت فنریزینگ دارم برای می فامیل، آرزو میکنم که یک 5-6000 دلار شما کمک کنین برای زی فامیل که مثل فامیل قبلی یک اکانت برشان باز شود، کمی اولادای ازی بریم 3 سال یا 2 سال اول خوارام آسوده بدون ازی که همی گریه کردن از اینا از امی زن. خواهش میکنم که لینایتان رو تغییر نتین، خواهش میکنم که تلفونایتان رو، خواهش میکنم که لینا رو بگیرین، خواهش میکنم ازتان با او خداوند قسمتان میدم ببینین دای عزیز، خواهش میکنم $50 $100 کمک نکنین، زیادتر کمک کنین که اگه اماونت بر از این فامیل شوه. ازتان تمنا میکنم بین که کلپ از این فامیل ببینیم و ما بر میگردم این کلپ از بنیاد خیریه نبیزاده، ما بر میگردم و برای این فامیل بر یک ساعت فنریزنگ میکنم، با ما باشید. جنگ درد بزرگی است و این درد را مردم افغانستان بیش از همه مردمان جهان احساس می کنند. قربانیان این جنگ ها خانواده هایی هستند که آرزوی جز صلح و سلامت خانواده هایشان را ندارند. امیر خانمی است که تلخی این جنگ را بیش از همه احساس می کند. وی در جنگ کندوز همسر و پسر 18 ساله خود را از دست داده است و اکنون با قلب مملو از غم و اندوه عزیزان از دست رفته خود در حالت بی‌کسی و آوارگی با 6 فرزند خردسال خود در دنیای ناامیدی زندگی می کند و در انتظار می کند. بچه کلام هم هست، یه جگر گوشه هم هست، یعنی من خبر ندارتون که یک خانه خراب مردم می کشه. من گفتم در یک زندگی خوب کنم، بچه من کلام شد و عوض داشت که من مکتب بخوانم، من تحصیل کنم، من پاس چیز رو پاس کنم، من کنکور بخوانم. یه امیتا به خبر رفت، بچه هم کشتش غور بادل امیتا مانده. این شش آورم بود به تا بالی که من روی سختی رو نیدادم ایچ در خانه هرچی که میارد میخورد یا نمیگفتیم که آخ خدا سری خانه روزا سری ما آمد بیچاره شدیم، فیلان دیگه چه کسی نداریم که همی روزگاری خانه ما رو پیش ببرد. همی پیش مرم بطای مردم رنگ میکنم قصه میکنم پدر چی کار میکنم با میگم که پدر میدم جان قنوز کشته شدک دشمی سخن با اگان در پا کمک میکنم پیسه نمیشه که هم که پیچه می روزگار خانه می شد نمی شد یک روغان موغان خانه بیرون. وقتی که پدرم بود دیگه کارا رو نمی کنیم، پدرم می مرد. این زمستان آمده شده که کوی من یه چیز نداره بپوشه، نه چابلی داره، نه موزه داره، نه جمپر داره. من اگه پس زنم گفتم خاک داری پدرتون رفت شما رو بلای جانی من مانده. میگه پدرم دو نزم، چرا دو نزم؟ نمالی روزگار دگرده نمانده من اگه خوردنی تا رو پیدا میکنم آتشی تا رو میمانه، اگه آتشی رو پیدا میکنم پشاک تا رو میمانه، مریضی دکتری تا رو میمانه، مالی کل از این آسی نبخال اما مریض است، خیلی من مریض حیران است که من پیسی از این را گجا بکنم و اینا رو دوا کنم درمان کنم. امی تو خواهم بردی به این را خواهم از تیم چطور کنیم؟ ما اگه خورتره گودیم پیر مرناس میده آری وام شد قیادر میاد کس ندارم دید. آخر امکانات زندگی را از انسان میگیرد و نمیگذارد تا آنچی را که آرزو میکنی بر آن برسی و ناگزیر هستی برای زنده ماندن و به دست آوردن لقمه نان درس، تحصیل و مکتب را رها کنی. ما نمیفهمیدیم که زندگی ما خراب میشه و بسیار قی پدر بیادرم خوش میگذارد. ما البته نگفتیم که ما از روز خوش شده میریم، زندگی ما خوب شده میره،
باید نمیفهمیم که ما دیزد آل سری ما میاید از صغیر و کبیر میشیم که میشانه میتو چون در آشوار میکنن که کی مادری میاید در دروازه که تخت تخت میکنن میاید کلیزی ها در جانی من در میزنه که مادرم آمد مادرم آمد هیچ کس ما دیدی کمک نمیکنه دیگه کی کمک هیچ کسی کمک نمیکنن بسیاری که کمک کنه یک آدم که ده و پنج دست اشتکا بتید ده و چی میشه با هیچ چیز نمیشه ده ما اما ما که میاییم با گریز سرخون میشنم کلیزی نام میشنم میگم مادر وقتی آقای ما بود ما این چیز میخوردیم این چیز میخوردیم آلی ده ما هیچ کس نمیتن او خدا را یاد کنیم خدا طلب کنیم بله بیننده عزیز شما ای زنه که دیدین ای توسط طالبای آدم کش توسط طالبای آدم خور توسط طالبای جنایتکار این می زن بیوه شد شما ای اطفال را دیدین که هر کدام از اینا از مهر و محبت پدری برای امیشه و امیشه محروم شدن اینا توسط اینمی طالبای آدم خور یتیم شدن شما ببینین که یک فامیل بی سرپناه شد یک فامیل پدر خود از دست داد یک فامیل ناناور نداریم بچه گکا میگه که ما میریم نمیفهم بوت رنگ میکنیم این میکنیم آن میکنیم طالبای آدم خور ببینین مسلمانی تانه طالبای آدم خور ببینین خداشناسی تانه میریم به سراغ تلفونای شما بیننده عزیز بین کمک کنین به این فامیل بیننده عزیز بری خط هستیم خواهش میکنم بفرمایین سلام سلام بیننده عزیز بفرمایین عبدالرازق سمندر سجر جان آقای سمندر صد دلار کمک کن آچنی بابا ما گوشی رو میگیرم از طریق کردیت کارت بلی خب بسار کن و گوشتم باشه بفرمایید بله آها چی وقت اکسپایر میشه رضا جان چی وقت چی میشه تمام میشه کار کدام ما ببخشید نمبر تلفنتون نه ما تلفن من ببخشید ما گوشی رو گرفتیم که صدای شما رو نمیشنوم بله 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 تشکر آقای سمندر سمندر گفتی؟ آقای سمندر عزیز یک دنیا تشکر خداوند خیرتان بده نه تقسیم نمیشه نه تقسیم نمیشه فقط برای زی فامیل به این پول شما همگی که جمع شد امیدوار هستم که یک اندازه زیاد جمع شود که برای زی فامیل یک بانک اکانت مثل که برای خانم دیگه که اولادایش به اجازه تن من از تلویزیون گوش کنین مثل که یک خانم دیگر تقریبا یک 3-4 ماه قبل به نمی ترتیب یتیم شده بود کشته شده بود شوهرش و اولادایش در میدان مانده بود خودش باز پولی که جمع کردیم بنیاد خیریه نبیزاده رفتن یک اکانت برشان باز کردن اول بردن پول برشان تقسیم کردن چرا که شما میبینین از طریق فیلمی که بر ما پس روان میکنن پول برشان رضا جان فعلا نمبر ایره نمان فعلا نمبر تلفون بان برزی که هموطنهای ما چیز هستن تا که نمبر تلفون باز یاد داشت کنه یک پا بدتر باز میگم بارین بیننده عزیز برای خط هستیم خواهش میکنم یک دقیقه صبر کنین ما او خانم میره که برای نمیفهم 6000 یا 7000 دلار بود بعد از او رفتن اما پول برای خانم دادن تسلیم کردن خانم گرفتن بردن به بانک یک اکانت برش باز کردن که امو پول برش برای یک چند کفایت میکنه برای می خانم هم این کار میکنن که باز پول برش میتن تسلیم میکنن بعد از برش اکانت باز میکنن که برای یک 3-4 سال از این پرابلم خلاص شد بیننده عزیز برای خط هستیم خواهش میکنم بفرمایین بله بیننده عزیز بفرمایین برای خط هستیم سجیه جان سلام برسما سلام بفرمایین از کجا زنگ میزنید از ورجینیا صحبت میکنم بله اسم مراکه مجرد است
روکای جان مد خداوند بزرگ برای خودت صحت و سلامتی میخوایم خار گل زنده باشه مهربان هستی زیایی که داری واقعا هم قابل قدره مهربان هستی شما را خداوند خیر بده شما کمک میکنی بسیار دل مرا دلخراش دیده اینا که مسلمان هستن اینا دروغ میگن و بیننده عزیزم من امروز فندریزینگ میکنم شما میخواییم کمک کنین ما میخواییم برد کمک کنم برای میخوان آده $100 اوکی بسیار خوب آقای مجرد بفرمایین نمبر کردیت کارتتانه بیننده عزیز خواهش میکنم که مخصوصا خواهرای عزیز خداشناس ما برای زیف امور بباشیم کمک کنیم بفرمایین بله 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 چی وقت چی میشه کارتم تمام میشه آها روکای جان میبخشین نمبر تلفونتان چند است ببخشین چی گفتین بله بله همین تلفن تانه یک دفعه تکرار کنیم خواهش میکنم آها تشکر یک دنیا ممنون شما آقای مجرد لطف کردین مهربانی کردین خداحافظ خدا تشکر زنده باشین مهربان هستین یک دنیا ممنون و سپاسگزارتان از تلفنتان بسیار زیاد تشکر میکنم ببخشین بیننده عزیز والا ما یک چیز را خدمت شما عرض کنم که وقتی برنامه در جریان بود در برنامه ساعت اول باور کنین تمام لینا یعنی اشغال بود به خاطر از اینکه میخواستن که بیاین صدای مقبول خدا بکشن در مسائل افغانستان صحبت کنن اما وقتی که یک مسئله خیریه میشه فقط یک لاین روشن است و خلاص ولی بسیار بر ما بسیار زیاد ما از این مسئله بسیار متاثر هستم که شما روز به روز خب چی بگویم ساعتی که برای فندریزینگ ما ساعت دومه برادر بسیار عزیز برادر بسیار غریب پرور برادر خداشناس برادری که بسیار یعنی اعمالش کارایش به یک فرشته شباهت داره و گفته خودش که اسمشان است ستار جان امینی از ویرجینیا اسپانسر کردن لطف کردن مهربانی کردن ساعت دوم برنامه البته ساعت فندریزینگ قیمت تر است $1,000 است بسیار لطف و مهربانی کردن ساعت دوم اسپانسر کردن محبت کردن مگر به صورت عموم لینا همگی خاموش است دیگه من نمیخوام که بینندای ما نمیخواین که کمک کنن یا چی پرابلم اگر این لینا پرابلم نداره آها خب وطنهای عزیز شما باز اگر ما برنامه را همیال شکلش تغییر بتم در یک مسئله سیاسی صحبت کنم باز زنگ میزنین باز گپ میزنین اما وقتی که سر یک موضوع غریب و غربه می از $1 تان تیر نمیشین نه ای خواهی خود درست نیست شما مسلمان هستین باید همی کلپ ها که دیدین این امی روز میتونه که سر هر انسان بیایه مگر لینا هم اگه اشغال است رضا جان اگر یک چند دقیقه دیگه لینا را نگیریم رضا جان هم یک تلفن رضا جان کی رو گرفتی یک دو سه تلفن یک گرفتی همی یک نفر گرفتی بیا نامشه بیار که ما بگویم در غیر از او امکان داره که برنامه را ختم بتیم بریزی که لینا بچین خب من راست خودم میگم بیننده عزیز وقتی که برنامه میباشه بر 3 ساعت هم که برنامه باشه لینا را اشغال میکنین اما وقتی که مسائل خیریه باشه مسائل کمک به انسان باشه میگین به ما چی خب حال میگین به ما چی در سابق کمک میکردین البته بسیار زیاد شده براتون دیدن از این کلپ ها خسته مثل که در افغانستان کشتن مردم بسیار بی‌تفاوت شده مثل یه خبرک می آید تیر می شود و می ره و می آید شاید هم تیه گپ هست دیگه نمی فهم دیگه بینندی عزیز بری خط هستیم خواهش میکنم بفرمایین بله از جان ما بفرمایین
ببخشید ساجد جان، ما یک دقیقه پیش مملای نافذتان یک آقا بودن، ما کمک کردم. ما فکر میکنم بر مردم یک چیز از این نمره که در روی صفحه تلویزیون است، ما به این نمره زنگ زدم، هیچ رخ نمیشه، میگن نمره چند شده، بخیر نمره غلط ماندن، برای ذکر شاید مردم اشتباه کنن. نه 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 نه. ما به این نمره 949-748 7-007 زنگ زدم، یک آقا جواب دادن، من کمک خواهد کردم. آه ده خدا نمره صفحه تلویزیون غلط است. آها خب زرمینه جان، زرمینه جان است، زرمینه جان قند $200 شما کمک کردیم. بله خب بارد یک دنیا تشکر. رضا جان چک میکنن نمره، فکر میکنن سعیست. برای زیک شاید دیگه همه تمامی ما نتونن زنگ بزنن. یک دنیا تشکر، خداوند خیر برکتت بته زرمینه جان. خداحافظ. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. رضا جان نمبر تلفن پرابلم داره؟ رضا جان بله. ما مجرد هستم. آقای مجرد بله بفرمایین. خداوند صحت داشته باشه. تا همینجا ما امره خودت که صحبت میکنم، یک پسر دارم به نام علی اصغر. بله. محصل است، متعلم است در جورج میسن یونیورسیتی. بله. تو پدر ما کارت خودم نیتم $50 از طرف ما. خب خدا خیرشان بده. اینه من کارت پسر شما رو میگیریم. لینا هم اگه اشغال شد، تشکر بیننده عزیز قند، از تان تمنا میکنم، خواهش میکنم که برزه می فامیل اگر یک $5,000-6,000 جمع شوه، برزه می فامیل یک اکانت باز شوه، یک کتاب که پس انداز به دست زمی زن داده شوه که وری از زیر نکنه. که بفرمایین بیننده عزیز کردیت کارت تانه بگوی. بله 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 نمبر تلفن تانم چی وقت اکسپایر میشه؟ بله تشکر بسیار آقای مجرد عزیز. یک دنیا تشکر آقای مجرد عزیز، خداوند علی اصغر جانم خیر برکت بده، شما را هم خداوند برکت بده. لینا اینال همه گیشغال شد ولی ما بسیار وار خطا ساختین. من گفتم اتمن شما دیگه به کمک عقیده ندارین. چی بگویم بیننده عزیز؟ بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. بله سریر جان خم سلام، من میخواستم $500 کمک کنم. ای خداوند شما را خیر بده. کمی شما خوالین $500 هستین. خواهر عزیز از کجا زنگ میزنین نامتن؟ من از بیریا زنگ میزنم، نام نسرین یعقوبی. بیریا نسرین جان یعقوبی؟ بله. نسرین جان قند یعقوبی از بیریا. اینال شما اول نمبر تلفون تانه بر ما بگوی. بله نه نه نمبر تلفون تان از بیریا ایریا. آها بل اینال نمبر کردت کارت تان. چی وقت تمام میشه کارت تان؟ بیشترش نه، فقط امو تاریخ ششه. همین نمبر تلفون تان یک گنده دگم به ما تکرار میکنین؟ نسین جان قند، خداوند لک خیر و برکت بده شما را. اینمی پولی را که در پیشری ازمی اطفال بیچاری مظلوم یتیم که میمانی، خداوند لای برکت بر تا آخر زندگی پیش اولاد رای خودت بیاره. قربانت خواهر عزیز گل من، یک دنیا تشکر جانم. با مان خدا، با بای. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. سلام علیکم سجیه جان. جان سلام، از کجا زنگ میزنین خدا معرفی کنین؟ از اورنج کانتی لیک فورست گپ میزنم امرایتان. جان نامتان خدا نامتان میگه؟ بله ما فامیل خاشستیم، ترین هستم. خواستم یک $100 کمک کنم امرای امکارتان. صحبت کردم به قدیر هم نمره ماره یک در چیز ترینا جان قند دادین کردیت کارتان برای رضا جان؟ بله بله. ترینا جان گل یک دنیا ممنون شما، خداوند خیر برکتتان بده. یک دنیا تشکر. چرا تلفن پرابلم داره؟
نه حالا درست شد، من امرای رضا جان گفتم امو لذت گفت چند ثانیه رو میگیره چون اون نمره که سابق خوانده بده نوبر دگه چی بود. آه او شاید نمبر آفیس بوده. نه خیر آفیس هم نبود، میگفت که نمره چینج شده باز که آدم زنگ میزد رزیدنش کرد. آه خامو یک خارک قند ما زمینه جان قند گفت که این نمره پرابلم داره، اینمی شما هم وطنهایی که متوجه میسازین قربانتن. یک دنیا تشکر خواهر عزیز گل من. شما تشکر سرگی جان. جانم تشکر، زنده باشین، خداوند خیرتان بده. ما ور خطا شدم، ایران ماندم که بینندهایی که همیشه کمک میکنن به افغانستان با فامیلا اینا چی شده. همی اکس تا نگرفته بدم امره اون نمره را از روی چی یافتم. لایف هست. تشکر قربان چم، یک دنیا ممنون شما مهربانی. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. سلام علیکم خواجه. سلام برادر عزیز، از کجا زنگ میزنی؟ خدا معرفی کنین. نام سرزوزی سراج هست از سویدن. آقای سراج؟ بله. آها از سویدن. شما چند کمک میکنین؟ $100 آمریکایی. اوکی، از طریق کریدیت کارتتان؟ بله بله بله. بفرمایید کریدیت کارتتان رو بگویید. بله بفرمایید. بله بله. آها هفت یا هشت؟ هشت هشت. بله هشت. نه چی وقت اکسپایر میشه؟ شانزده. بسیار زیاد تشکر آقای سراج گل. ما چون به سویدن زنگ زده نمیتونم، اگر شما دیدین که در ظرف دو سه روز از اکانتتان پولتان یعنی نبرامده بود، امروی ما به تماس شوین که ما نمره کردیت کارت غلط نگرفته باشم. بعضی وقت کردیت کارت ها رو مشتبه. با انگلیسی بگوین بهتر است. با انگلیسی بگوین، بفرمایین. آها یس بله. و سفر یک شانزه سهی. تشکر آقای سراج گل از سویدن، یک دنیا ممنون، سپاسگزار شما. خداحافظ، خدا خیرتان بده. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکن بفرمایین. ساجا جان سلام. سلام برادر عزیز گل، ما از کجا زنگ میزنیم؟ خدا معرفی کنین. ما همایون سیفی هستم از کابل اکسپرس گپ میزنم. آقای سیفی بسیار مهربانی کردین از کابل اکسپرس، شما یک دفعه برنامه رو اسپانسر کرده بدین. بله بله. یک رستوران ما نمیفهم، به رستوران شما آمدیم یا نامدیم؟ خیر نه. آقا یک رستوران مگر رفتم غذاش. شما چند کمک میکردین آقای سیفی؟ ما $200 میخوایم. خدا خیرتان بده. آقای سیفی از کابل اکسپرس رستوران در بیری هستن که حتما به رستورانشان برین، نانای غذای بسیار مزه‌دار داره. بفرمایید که اول نمبر تلفنتان. بله آها سفر. بله اینا کردیت کارت نمبرتان. بله گرفتیم. بله من نمبر تلفن تونم که اصلا همش نشنیدن. بفرمایین. بله بله بله. چی وقت اکسپایر میشه؟ آقای سیفی گل، یک دنیا یک جان از شما ممنون، سپاسگزار هستم. خداوند شما رو خیر و برکت بزنستان آن قدر بزن... جان بله تشکر. ابو چتنی را که دکتر صاحب فرید یونس گفت که بسیار مزه‌دار است، حتما بین این نمبر ما آدرس هم برتان تکس میکنم که برم روان کنین. تشکر آقای سیفی گل، برادر عزیز گلم، یک دنیا ممنون، مهربانی کردین. آقای سیفی از رستوران کابل اکسپرس
که یقینا غذای بسیار مزه‌دار به بیریا شما هموطنان عزیز میرین دیگه. یک دنیا تشکر، $200 کمک کردن. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. بله سلام علیکم. من خواستم $100 کمک کنم. بله میشه خود معرفی کنین؟ اسم الیاس ایام هست. الیاس ایام؟ بله. بفرمایین نمبر کریدیت کارت. بله 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 سفر سفر ای چی هستی؟ ای ببخشیم که من ایره فکر کرد نمبر تلفون تان هست. ببخشیم با خدا من ماشین نیستم، باشین هست هست. 416 دیگه چی بود ببخشین؟ انال نمبر کارتتان رو بگوین. بله بله چی وقت اکسپاید میشه؟ 11-16 الیاس جان گل یک دنیا سپاسگزار، یک دنیا تشکر. چطور نگرفتم؟ 85 07 یک چند نمره شد باشین؟ یکی دو سه. باز من اگر پرابلم بود براتون زنگ میزنم. تشکر الیاس جان گل، بسیار تشکر، ممنون سپاسگزار هستم ازتان. بیننده عزیز اگر امکان داشته باشه که یک هموطن ما یک نیم ساعت دیگر هم اسپانسر کنه، من بسیار دوست دارم که یک $5,000-6,000 برای زمین فامیل جمع شود. شما میفهمین که بنیاد ای پول در اکانت بنیاد خیریه نبیزاده میره، که باز من از ازا جان خواهش میکنم که اکانت هم بروی صفحه تلویزیون بانه، کسانی که چک روان میکنین با آدرس پستی بنیاد خیریه نبیزاده روان کنین. بعد از ای پولتان برای ازی فامیل معاون بنیاد خیریه نبیزاده میره، 1,000، 2,000، 3,000، 4,000 خدا کنه که 15,000 شوه، کنم فکر نکنم ما از این $100 اگر مورو 300-400 بسازین خوب میشه. بعد از این پوله که برای زینا تسلیم دادن، بعد از این خانه ما گرفته پوله خود در مبین از خانه ای که نو رفتن از گریختن از مبین قندوز، نه جای دارن نه زندگی دارن، زمستان است نه لیاف دارن نه توشک دارن، هیچ چیز ندارن. بعد از یک چیز برخ خریداری میکنه، یک مقدارش هم در بانک برشان اکانت باز میکنه که خود که پولش نقد در خانه نگاه نکنه. یک زن جوان با اطفال خود که در اونجا مادم میخوره. به این اساس بسیار ازتان خواهش میکنم، ازتان تمنا میکنم بیننده عزیز که برای زی فامیل کمک های زیادتر کنین از 300 بالا. بیننده عزیز برای خط هستیم، خواهش میکنم بفرمایین. بله سجاد جان سلام. جانم سلام، از کجا؟ خوب هستی؟ مهربانی بفرمایین. همین مادرم میخوایم $100 به این فامیل کمک کنم. همین نمره کارت شده میتونم به خاطر اونا که انگلیسی بلد نیستم. مادر جان چی میتونم پرسان کنم نامشانه؟ بله به نام دلجان. مادر جان ما دلجان از کجا؟ از ونکوور است، منطور خونه ما از امریکا زنگ زدیم. بسیار خوب، بفرمایید نمبر کارت تنه بگید. جان بله بله چی وقت اکسپایر میشه؟ جون ماه پنجم میشه یا ششم؟ شش چند؟ نمبر تلفنتون؟ بله نه از شما باشه که اگر پرابلم با کردیت کارت بود باز براتون زنگ بزنم. تشکر نازنین، من یک دنیا ممنون از مادر جانم که نامشان دلجان است. دلجان زن کاکایم در کانادا که واقعا مثل مادر به ما بوده، دستای دلجان کانادا زن کاکایم هم میبوسم و از مادر شما رو میبوسم، دستایشان هم میبوسم. قربانتان یک دنیا تشکر، خواهر عزیز گلم قربانتان، تشکر با من خدا. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. بله سلام علیکم سجی جانم. سلام خواهر گلم، از کجا زنگ میزنین خدا معرفی کنین؟ من قربان جان مستم فرانسکو زنگ میزنم. جان
نامتان؟ منی پرگرام شما. نامتان؟ من نام ناجیه انور است. ناجیه جان انور از بیریاد. چند کمک میکنین؟ ما مبلغ 500 دلار کمک میکنیم. ای خدا خیرت بده ناجیه جان. قند که یک ذره خب از سطح بالا شد. اینال نمبر تلفون تان اول بگوین به من. بله؟ بله؟ یک دفعه تلفون تان تکرار میکنین باز؟ بله؟ و نمبر کارت تا جان آها آه بسیار خوب بسیار خوب ناجیه جان گل قربان شما یک دنیا زنده باشی زنده امرای شما یک جای آمین مام همچنان زنده باشین تشکر مهربانی کردین ناجیه جان انور 500 دلار باز با اکاونت ترانسفر میکنن با اکاونت بنیاد خیریه نبیزاده اینال از رضا جان قند خواهش میکنم که اگر امکان داشته باشه که وقت پیدا کنه اکاونت بنیاد خیریه نبیزاده را بروی صفحه تلویزیون بگذاره شما این نمبر یاد داشت کنین بخاطر از اینکه ما باید نمبر پوستی را بگذاریم از بنیاد هم بگذاریم بیننده عزیز گل از ناجیه جان که 500 دلار کمک کردن یک عالم خداوند خیر بده تان دیگه چیز چاره ندارم به نمایندگی از فامیل بینندی عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایید سلام سجینه السلام جان مخواهر گلم از کجا زنگ میزنید از لندن نام باسره است اینه دخترکم خیلی نمبر باسره جان چند کمک میکردین بله سلام علیکم السلام بیبی جان خند مادر جانت نگفت که چند کمک میکنم 50 پوند پلیز 50 پوند بازور ما به دلار رو به دلار چی کنن اوکی بفرمایید نمبر کریدیت کارتتون بگین اون من از اروپا که زنگ میزنین باز کریدیت کارتتون که میگیرم باز دیکلاین میکنن اما بفرمایید بله بفرمایید اثر بیبی جان بگو یس آها آها چی وقت اکسپایر میشه؟ 19 I love your accent تشکر قندول من یک دنیا ممنونت یک دنیا بابا در کسایی که در انگلستان زندگی میکنن چی اکسنت مقبول دارن بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکن بفرمایین سلام سلام بیبی جان گل از کجا زنگ میزنین خدا معرفی کنین ما فاطمه هستم از هامبورگ زنگ میزنم فاطمه جان ما سلام برای تان چطور هستین ساجیه جان تشکر فاطمه پروگرام خوب دارین تشکر فاطمه جان گل ما چند کمک میکردین انه ما میخواستم امی نبیزاده در کابل چند تا نبیزاده است امی پروگرام نبیزاده را خب بیبی جان گل ما در اینجا برای فنریزینگ شدیم باز شما بعد از برنامه زنگ بزنید که من در مورد نبیزاده بر شما معلومات بدم. بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایید. سلام علیکم. سلام خواهر گل من خواهرای عزیز گل قربان شما که شما چقدر با محبت فرشته های عزیز خدا هستین. بفرمایید چند کم از کجا زنگ میزنین اول؟ نام مریم نابیس از دیر کالیفرنیا زنگ میزنم میخوام که 200 دلار کمک کنم مریم جان نوابی از بیریا هموطنهای بیریا خودگه مر به حد هموطنهای بیریا را دوست دارم I love you so much نمبر تلفونتان نمبر تلفونتان آستاستا جانم آستاستا قربان چم ماشین نیستم 510 دگیش اثر بگو 4 2 اوکی نمبر کریدیت کارت 20 اوکی بله چی وقت اکسپایر میشه تشکر مریم جان خند و عزیز گل من خدا خیر برکتت بده یک دنیا تشکر عزیز دل من میبخشین که من زود تلفونم میگذارم برای اینکه من وقت از چی دن کنم باز هم از برادر
خداشناس، برادر عزیز، برادر غریب پرور، آقای ستار امنی، یک دنیا و یک جان ممنون سپاسگزار هستم که ساعت دوم برنامه را که $1,000 پول فنریزنگ بر ما است اسپانسر کردن، که خداوند خیر و برکتشان بده. و اگر کدام بیننده دیگه ما یک نیم ساعت که $500 میشه اگر اسپانسر کنن میتونن برای خط بیان زنگ بزنن. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. سلام، سلام علیکم. جانم سلام، از کجا زنگ میزنین؟ خدا معرفی کنین. اسم نادرا از سویدن زنگ میزنم. نادرا جان از سویدن، چند کمک میکدین؟ $200 کمک میکنم. $200 آمریکایی؟ بله بله. آها، بفرمایید نمبر کردیت کارت تان رو بگویید. آها بله بله. 06 دیگه شد چی گفتید؟ آها 43 آخرش 8 گفتیم بله. آها، این حال چی وقت تمام میشه؟ وقت کارتتن؟ نادره جان تشکر قبال چم یک دنیا، خدا هم خیر و برکت بده. تشکر عزیز دلم، بسیار لطف کردین، مهربانی کردین. بینیدی عزیز برای خط هستین، خواهش میکن بفرمایین. بله سلام علیکم سیدی جان. سلام خواهر عزیز گل من، از کجا زنگ میزنین؟ خدا معرفی کنیم. ببخشین یک دقیقه با گوش بیرندای عزیزی که میخواین که از طریق مثل که خواهر عزیز ما گفتن که در بانک و امریکا میرن پولم دیپوزیت میکنن، شما میبینین در برای صفحه تلویزیون نشته شده که وقتی که در بانک و امریکا میرین، که البته در اونجا نشته نشده، شما در بانک امریکا میرین، باز در بانک امریکا نبی زاده فاندیشن اکانت که شما میبینین نشته میکنین به دیپوزیت سلیپ. اگر از طرف اروپا و اینا میخواین که ترانسفر کنین، سویفت کود کار دارین، در غیر از کار ندارین. سویفت کود هم چقدر دور نشته کردن. همچنان آدرس پوستی رو میبینین به خط زرد، پی او باکس 251 پاسیفیک پالیسیدز کالیفرنیا 90272، که شما میتونین چکم به نام بنیاد خیریه نبیزاده روان کنین. رضا جان قندم، رضا جان I love you بانک آف امریکا، دم پولگکشم نشته که بانک آف امریکا. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکن بفرمایین. نام من نصیر رحیمی است. ببخشین نفهمیدم نام شما. صدای تلویزیون تان اگر خاموش کنین که من بفهم که چی گفتین. بفرمایین برادر عزیز. نام من نصیر رحیمی است، از لندن زندگی میکنم. آها، ظریفی گفتین؟ نام من نصیر رحیمی است. رحیمی، آقای رحیمی گل از لندن، چند کمک میکردیم؟ من سبتان کمک میکنم، نمره کارت هم میتونم یک گفتنی یک دقیقه دارم که بخاطر ما بسیار وقت شده میشماری تلفون شما این تک با پوستکوتش نشته بکنیم، بخاطر که تمام دوستان میخواین کمک کنم. نمبر تلفن رو کی نشته کنم؟ همین شماره تلفنی که شما در اینجا دارین، من یک سوچ زنگ میزنم، همین شماره تلفن شما که مکمل با پوستکوتش باشه. کودش یک از 001. کسانی که از اروپا زنگ میزنین شما بگیرین 001. اما در غیر زود از امریکا ما یک کار داریم با تمام نمبر، از اروپا 001 که بگیرین با اونمون نمبر درست میشه که نال شما زنگ زدین. یک دنیا تشکر آقای رحیمی. بفرمایین نمی کرد کارت نمبر تانو بگوین با انگلیسی بگوین. صدای تلویزیون تانو خواهش میکنم پایان کنین، من صدای من مشنوام. بفرمایین. تشکر جان ما، بفرمایین به انگلیسی بگو. قندم سلام، بفرمایین. جان آها جان آها آها تیسیز بگو قندم. چند سال هستی بی بی جان؟
آه جان ما. اوکی چی وقت اکسپایرد میشه؟ دوی اجده. یک دنیا تشکر عزیز دل ما. از آقای رحیمی گلم یک دنیا از فامیلشان از خودت تشکر میکن که لطف کردین صد پند کمک کردین به این فامیل. یک دنیا ممنون سپاس گذارتن. تشکر عزیز دل ما. بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکن بفرمایین. ساجه جان نازنین سلام. سلام. من حفیظه از نیویورک گفت میزنم. حفیظه جان گل از نیویورک. $200. $200. این حالا من اول نمبر تلفون تانه بگوین بعد از کردیت کارت. نمبر تلفون. او قربان شما حفیظه جان گل $200 از نیویورک تلفون کمک کردین امرای رضا جان. خداوند خیر برکت تان بده. یک. تشکر میبخشین که ما شما را گوشی را برداشتم که صدای شما را کس نشنوه. شما صبر کنین که اگر ما شما را بروی خط بیارم یک دقیقه صبر کنین. هول خدا کنه که من این کار را دانسته بتانم دیگه نمیفهم. آمه ما حفیظه جان. حفیظه جان من از نیویورک گپ میزنم. $200 کمک میکنم انفارمیشن را خدا برای رضا جان البته اون گذاشتیم. خواهر نازنین شما یک خانم میربان و پرمان هستید. تشکر باز از شما. قربان شما. کمک برای خانمایی که راستی هیچ چاره ندارن و هیچ کس اونا رو کمک نمیکنه. شما اونا رو کمک میکنید. یک خانم میربان، یک خانم قهرمان. قربانت عزیز جان. کار میکنید. قربانت عزیز. یک خانمی که واقعا در شما جای افتخار است. ما به شما افتخار میکنیم. قربان شما عزیز جان گل. من به شما افتخار میکنم که مثل شما خواهرای گل عزیز که امرای ما یک جای میشین، دست ما رو میگیرین، یک جایی یک فامیل سربسته 7 نفره کمک میکنین. بیننده عزیزم قبلا ما گفتم همین نفر فیسبوک همین بچه که بنیانگذار فیسبوک از 47 میلیارد دلار داره. گفته 10% که من خودم نگاه میکنم دیگه ایشه برای مسائل بشر دوستانه. بیننده عزیز شما همین کلپ دیدین ازتون تمنا میکنم که یک ذره کمک های زیادتر کنین همین فامیل بیاین آرام بسازین همین دست از همین فامیل بگیرین همی دروازه امید بروی امی اطفال یتیم باز کنین. شما پیش از او خداوند ما بسیار تعجب میکنم اما 3-4 نفره که ما بروی خط در شروع پروگرام ماندم همی شما چی شدین که بیاین یک اندازه کمک کنین برای زمین ها اما با وقت برو گپ زدن که باشه چطور میین گپ میزنین والا ما بسیار تعجب میکنم. بیننده عزیز بروی خط هستین خواهش میکنم بفرمایین. بله سلام علیکم سیده جان. سلام خواهر گل ما چی حال دارین خوب هستین؟ خب نام اولیا عثمان است. میخوام $500 کمک کنم. خدا خیر بده شما را اولیا جان. از کجا زنگ زدین؟ ما از فیرفیلد کالیفرنیا هستم. بیریا؟ از این $500 از طرف خودم و شوهرم عظیم عثمان و از طرف خوشیم هستم. خب از با عظیم جان بسیار سلام میگم روی شما رو مات میکنم دوستای مادر جانم میبوسم که شما $500 کمک کردیم. قربانتان اولیا جان عزیز. این حال من اول نمبر تلفون تانه برای من بگوین بعد از او کریدت کارت تانه بفرمایین. بله یک دفت تکرار قربان چم. این نمبر کردیت کارت دارم شاید کوکی باشه اگر نبود باز بهتان زنگ میزنم. اوکی بسیار خوب بسیار خوب بفرمایید. بله ما چی وقت اکسپایرد میشه؟ اولیا جان خان I love you thank you so much چقدر از تشکر قربان شما باشین که مخای بروی خط بانم تن برزی که اوستان رو دگر نمیشنه مخای به ما تنها میگین یا میخوین بفرمین.
تشکر آه یقینا تشکر اولیای عزیزم خواهش خواهش می قربان سرت اولیا جان گلم. اولیا جان گفت که خانمی که از آلمان گفت تمام خانمایی که حجاب می پوشن اینا دزدی میکنن و ما گفتم که نه نمیشه که تمام خانمایی که حجاب می پوشن ما یک برس بگیریم همشان رنگ کنیم یا به خاطر یک چند دانه شبش یا پشه تمام پوستی نبسوزیم. اولیا جان گفت که اینا هم حجاب می پوشن مردمای بسیار مسلمان هستن خداشناس هستن یک فرشته خدا بود $500 اینا از این جان شوهرشان و همچنان مادر نازنینشان که دستشان می بوسم کمک کردن به او خاطر گفت تشکر کردم که من دفاع کردم از عزیزایی که اجاب می پوشن. بیننده عزیز برای خط هستیم خواهش میکنم بفرمایین. بله سلام چال دارین. سلام با برادر عزیز از کجا زنگ میزنین خدا معرفی کنین. من از بیریا گپ میزنم. خدا شما بیریا رو خیر بده. نامتن؟ صفی الله محمدی. آقای محمدی گل چند کمک میکنین؟ $200. خدا شما رو خیر بده. من نمبر تلفنتون اول برام بگوین بعد از کریدیت کارتتون بفرمایین. اول تلفنتون رو بگوین. آها بله $55 اوکی انال ام نمبر کریدیت کارتتون بله آها بله 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 آها بله بله چی وقت اکسپایرد میشه؟ ایتین یک دفعه کریدیت کارتتون رو زود به انگلیسی خواهش میکنم بخونیم. بله بله آها آها بله بله سوانیت نه نه سی نمری پشت کسر کار ندارم. آقای محمدی گل یک دنیا برادر عزیز هستان تشکر خداوند خیر و برکتتان بده قربان شما یک دنیا تشکر آقای محمدی گل نازنین که شما $200 به این فامیل کمک کردین خدا خیر برکتتان بده. بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایین. بله بفرمایین برای خط هستین. هلو وی ببخشین. بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایین. سلام جانم تلویزیونتان خواهش میکنم خاموش کنین که صدایتان درست بشه. سلام جانم از کجا زنگ میزنین خودم معرفی کنین یک دقیقه به گوشتان باشه خواهر گل عزیزم. بیننده عزیز کسانی که دوست ندارین کریدیت کارتتان بتین اولا خب باید بفهمین کریدیت کارتتان که برای ما از برای ما یعنی کریدیت کارتتان که بتین کریدیت کارتتان کاملا محفوظ است پیش خودم و پیش بنیاد خیریه نبیزاده. $1 از پولتان چارج بیمانا که $100 $200 چارج شون نمیشه. شما امی کار مره به سالها دیدین که $1 شما از کریدیت کارت شما زیادتر چارج نمیشه. باز هم نمبر تلفونی را که میبینین برای صفحه تلویزیون نمره لایف است. کسانی که از اروپا زنگ میزنین 01001 میگیرین. بنیاد خیریه نبیزاده نبیزاده فاندیشن در بانک آف امریکا اکانت نمبرش هم میبینین. در امریکا فقط میرین در موبایل بانک امو سلپ میگیرین نشته میکنین که نبیزاده فاندیشن نمبر اکانت اینقدر پول. کسی که ندارین نمیخواین این کار کنین میخواین فقط یک چک روان کنین میتونین به آدرس پوستی پیو باکس 251 Pacific Palisades, California 90272, نبیزاده فاوندیشن. شما چکتان روان میکنین، یک بنیاد غیر انتفاعی است، پولتان دانه به دانه پیش از این فامیل گذاشته میشه، شما در آخر سال وقتی که تکستان رو درست کردین، از تکستان هم دیدکت میکنین، یعنی کمش میکنین. خواهر عزیز گل بسیار به معذرت میخواییم بفرمایین. ببخشین من تناستم دیگه ما و رضا جان هستیم که نمبر میگیریم کاش نفر زیاد میبینید نمبر. بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایین. هلو بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایین. سلام سچیتان. سلام عزیز من بفرمایین از کجا زنگ میزنین؟
خیر باشه از مشاورهای امریکاست میخواین $100 کمک کنم. $100 کمک کنین. من نمبر تلفنتون اول برام بگوین بعد از اون کریدیت کارتتون، درست است؟ اوکی. اوکی بفرمایید بی بی جان. بله؟ آها. این ال کریدیت کارت شما؟ آها. بله؟ بله؟ آب بی بی جان چی صدای معقولی داری؟ آلخ نام تا به ما بگو کس صدای تا نه خندول سمندول. چی وقت اکسپایرد میشه؟ نه جدی میگم که بسیار صدای مقبوله که ما که میشنم. آه نمیگم چیه اما صدای زیبا داری. نمبر تلفن تا تکرار کن عزیزم. آها جان قربانت یک دنیا تشکر. خداوند خیر و برکت بدید عزیز من. با مان خدا. بابای. ببخشید که من تلفن شما رو دیگه میمانم به این ترتیب دیگه ببخشید. بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایید. سلام سجاد جان لطفاً گوشک بگیرید. سلام برادر عزیز گل من بفرمایید. نگویم نام شما رو مقدار کمک میکنیم. آقای نورزای از کجا زنگ زده؟ از ولی آقای نورزای ما شما میشناسیم یکی رو؟ بله. آه تمیم جان قنده که در استیدیو که همراه ما کار میکردن 20 سال پیش در KCI. ببخشین نمبر آقای نورزای $500 کمک میکنن. نمبر تلفن تن؟ آها بله که نمبر کریدیت کارت دارن. بله بله 07 بله. چی وقت خلاص میشه؟ 18. آقای نورزایی گل یک دنیا تشکر. خداوند خیر و برکت تان بده. نی نی فرق نمی کنن نم کنن تشکر یک دنیا یک زنده با. قربان شما خداحافظ. تمیم جان نورزایی یکی از همکارای عزیز و گل نازنین ما بود. سالایی که نه شبکه ها بود، نه تلویزیون آریان افغانستان بود، نه امید ایران و نمی فامین ایران و آریان های افغانستان، هیچ کدام طلویا نبود. ما با KCI یک شبکه امریکایی بود برنامه داشتیم با تمیم جان نورزایی همکار عزیز گل نازنینم بود. چی تایم خوب داشتیم. برنامه ها ضبط می شد، امرای همکاری می کردن. خدا خیر و برکت بتر آقای نورزایی که لطف کردن مهربانی کردن $500 کمک کردن. بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایین. بس عزیزم سلام برسم. مشمار از تورنتوی کانادا زحمت میتون. جان من میخواستم که $150 ما کمک کنم و میفهمیلا باز من از شما یک عالم تشکر میکنم به این کمک که شما یعنی به این فامیل میکنین. خداوند حجش به شما برسانم. قربانت عزیز دل من. نام تانو چی گفتی؟ نام من نوری است. نوری عبادی از تورنتو کانادا. نوری جان عبادی $150. رضا جان کدام چی گفتی؟ من نفهمیدم. رضا جان قند یک دقیقه نوری جان صبر کن. رضا جان چی گفتی؟ من نفهمیدم. جان اوکی اوکی میبخشین. خب نوری جان گل بفرمایین. تشکر نوری جان گل عزیز از کانادا. $150 تشکر. تلفنم میگذارم. نوریا جان خواهر گل ما عبادی از کانادا $150 کمک کردن و نمبرم برای رضا جان دادن. خب یک دفعه all of the sun تمام لینا باز خاموش شد. اینال باز بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایین. سلام ایتامات خدا خدمتت خوار نازنین تقدیم میکنم. خوار گل نازنین من نامتان از کجا زنگ میزنین؟ من ماری مجدیدی. ماری جان مجدیدی عزیز گل یکان دفت برای مسیج هم میمانین. بله چی کنم این خوار میرابانم یک وقت نارکه من بهش
میتونم صحبت کنم. قربان شما که نه، بالاخره صدای نازتان در ماشین میشنم، منال صدای تان زنده میشنم. شکر قربانتان. چند کمک میکنی؟ چند کمک میکنی ماری جنگل؟ 150 $150. اول نمبر تلفن ماری جان. بله با نه 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 ما است است اثر بگو اثر بگو اینا شروع بگو. خب میبر باشین باش باشین 713. بله 68 دیگه چی گفتیم؟ آها اینال چی کردیت کارت تانه جان؟ 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 آها بله بله جان نه آخر آخرش یک نمره رو نگفتید. نه اثر بگوین چند نمره آخر رو بگوین. 01 ای چی هست ای کارتتان؟ امریکن اکسپرس هست. خب یعنی نمره رو مکمل دادین بله؟ آه اوکی اوکی ماری جان گل من یک دنیا قربان. چه وقت اکسپرد میشه؟ 11 هفته. یک دنیا ممنون ماری جان گل. ماری جان مجددی عزیز که همیشه صدای ناز ده. قربانتن قربان شما. یک دنیا ممنونتن. خداحافظ. با من خدا. با بای با بای. ماری جان مجددی همیشه بر من محبت میکنن، زنگ میزنن. خدا رو شکر که من زنده دیگه امرایشان صحبت کردم، چرا که تلفن نمیتونم پس برای همه بیننده زنگ بزنم. بیننده عزیز بری خط هستیم، خواهش میکنم بفرمایین. بله سلام علیکم سنجه جان، خانم چطور هستی؟ مهربانی زنده باشی. خواهر گل من از کجا زنگ میزنیم خودم معرفی کنین. من شما را زامت میتونم. نام من نسین هست، نسین بکر از شهر تیمکلای ریورساید کالیفرنیا شما را زامت میتونم. من و خواهرم نفیسه جان میخواستیم یک $100 به شما روان کنیم. چون وقت بله از چی؟ نه گفتین $100 میخواین که در بانک ببرین بندازین باز؟ نه خیر من نمره کارت خود و نفر شما گفتم. رضا جان نمبر کردیت کارت دارین. نسی جان گل خداوند شما رو که خواهرتان خیر برکت بده. یک دنیا ممنون شما. گفتم خداوند شما رو خیر و برکت بده که شما کمک کردین برای زی فامیل. تشکر. من میخواستم زیاد کمک کنم مگم یک کار اکسیدنت داشتم، از این خاطر در خانه هستم فعلا کار نمیکنم. از این خاطر بسیار تام بیشانای دیگه پیسه روان کردیم، مطمئن نیستیم هیچ یک رسید روان نکنن به ما. خب شما در برنامه ما که هموطنا کمک میکنن، بعد از او در بنیاد خیریه نبیزاده اونا خودشان یک تلویزیون دارن، میرن پول برای این فامیل تسلیم میکنن، دانه به دانه برشان حساب میگیرن، بعد از او فیلم برداری میکنن، بعد از او میرن در موبایل بانک برشان اکانت باز میکنن، فیلم بر ما روان میکنن. من فیلم میگذارم که شما مطمئن میشین که پولتان به کجا رفت. از ما کارهای ما هست که من با می بنیاد که کار میکنم، این بنیاد اینا کارشان بسیار شفاف است. دلار دلارتانه با پیشرو یک مردم غریب میان، به خاطر اینکه رئیس خود بنیاد هیچ ضرورت به این نداره که 5% 10% و 20% شکل دیگه اورگانایزیشن ها خودان 50% شانم بر خود نگاه میکنن. اینا هیچ ضرورت ندارن، دانه به دانه همگی را برای غریبا میتن. یک دنیا تشکر عزیز دل من، بسیار میبخشین که من باید قطعتون کنم. بیننده عزیز برای خط هستین؟ بیننده عزیز برای خط هستین؟ خواهش میکنم بفرمایین. بله سلام علیکم. سلام جان من، بفرمایین خدا معرفی کنین از کجا صحبت میکنین؟ من فروه هستم، از چور ونکوور کانادا گپ میزنم. مروه جان؟ مروه؟ بله مروه جان. چند کمک میکنین مروه جان؟ میخواستم یک $100 از طرف مادر کلانم کمک کنم. بفرمایین نمبر تلفن تانه بگوین اول. انگلیسی بگو کندم. آها بله نمبر کارت
بله. آها. چی وقت اکسپایر میشه؟ نینتین. اوکی مروه جان گل. نه نه نه. تشکر مروه جان گل. از مدد کلان عزیز شما هم من بسیار زیاد ممنون و سپاسگزار هستم که لطف کردن میربانی کردن $100 به ای فامیل جوان کردن از کانادا هستین بله؟ خدا قبول کنه زنده باشین میربانی کردین. باز هم خدمت هموطنهای عزیز عرض کنم که برنامه امروز امی ساعت یک ساعته که از ساعت 12 تا بال بودیم این برنامه توسط آقای ستار امینی هموطن خدا پرست خداشناس غریب پرور ما که $1,000 است اسپانسر شده که از ستار جان امینی از اینجا تا ویرجینیا تشکر میکنم و خداوند این برادر عزیز میربان من خیر و برکت بده که همیشه این محبت در حق برنامه ما در حق غریبا دارن در حق مردم مستمند و فقیر دارن. اینال آیست آیسته من میبینم که وقت برنامه تمام میشه. اگر کدام هموطن ما یک نیم ساعت دیگر اسپانسر کنن که من بتانم یک نیم ساعت دیگر شما را برای خط بگیرم $500 نیم ساعت میشه و این برنامه فندیزنگ قیمتش فرق داره. باز هم نمبر اکانت بنیاد خیریه نبیزاده را برای صفحه تلویزیون در بانک و امریکا میبینین. آدرس پوستی را رضا جان خداوند خیر و برکت بده. رضا جان I love you so much. رضا رام خداوند چیز کارزویش از بارزویش برسانه به خاطر از اینکه ببینید چقدر امیر مقبول نشته کرد که همه معلومات گذاشت شما معلومات میبینید. بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایید. بسیار من معذرت میخوام بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. الو جان بفرمایید. الو صدیق جان بله بفرمایید. من از آلمان زنگ میزنم. بله چطور هستین برادر عزیز؟ خوب هستین؟ الحمدلله مرسی. شما خوب هستین؟ تشکر. شما میخواستین کن؟ من ایرانی هستم. بله بله خدا خیرتان بده. ایرانی و افغان همه هم زبان هستیم، از هم کلچر و هم کلتور و هم فرهنگ هستیم. بفرمایین. من 200 یورو فردا به این آدرس چک میفرستم. او بسیار تشکر. چک از آلمان روان میکنین یا اگر با شما اگر با موسف کد با بانکتان برین امو نبیزاده فاندیشن بانک آف امریکا نمبر سویف کد بتین عین کار است. تشکر بیننده عزیز گل خدا خیرتان بده برکتتان بده. بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایین. بله بفرمایین. جان کدام؟ اوکی بیننده عزیز بفرمایین برای خط هستین. ای چرا چپ تا نگرفتین؟ بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایین. سجیه جان بله شما اگر با موتور تلویزیون تانه میشه خاموش کنین صدای تان اینجا نکاس میکنه نفهمی. سجیه جان بله بفرمایین من میشنم. سجیه جان بله میشنم صدای تان از تلویزیون تان بسیار بلند است بفرمایین. سجیه جان او مای گاد. بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایین. بله جان ما بفرمایین. 3 دقیقه دیگه داریم بیننده عزیز. 3 دقیقه جان 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 مستم بفرمایین. ما از آلمان زنگ میزنم. آها میخواستم 200 یورو کمک کنم امیر چه قسم روان کنم؟ شما از میتونین که به بانکتان برین، از بانکتان به نمبری را که میبینین اکاونت بانک آف امریکا نبیزاده فاندیشن سویفت کود سویفت کود کنم و پاپالی سویفت کود نشته شده شما میتونین که روان کنین یا والا من نمیفهمم که شما به چی ترتیب یا چک روان کنین به نام نبیزاده فاندیشن. امی مشکل است ما امیشه برای ما بازن به شما را میبینیم لوکان داریم کمک کنیم. امی پرابلم دالمان امیسته که خب برای ما بازن بزنین فردا که راجی به این مسئله گپ بزنیم. تشکر خوار گل نازنین من. بیننده عزیز باز هم از آقای ستار امینی هموطن گل خوب و خداشناس و غریب پرور یک دنیا و یک جان تشکر میکنم که یک ساعت برنامه را اسپانسر کردن $1,000. خداوند هر کدام شما را خیر و برکت بده. رضا جان از تاخ کنترل بر ما گفت که دیگه تایم نداریم. با اینا رو
بیرندا برام ایمیل میکنن یا در تلفنم زنگ میزنن که ما میخواستیم اسپانسر کنیم و لاین گرفتن نتونستیم. خب چیزی که رضای خدا باشه باز هم خدمت شما در اخیر عرض کنم که شما میتونین رضا جان نمبر تلفن ما رو خواهش میکنم که برای صفحه تلویزیون بگذار، نمبر تلفن ما رو برای صفحه تلویزیون رضا جان میگذارم، نمبر آفیس ما رو لطفا یادداشت کنین و بعد از دو ساعت هر کسی که میخواستین کمک کنین بر ما زنگ بزنین که من نمبر کریدیت کارتتون رو بگیرم. فردا پس فردا نمبر تلفن آفیس ما 310-459-0252. همچنان با اکانت نبیزاده میتونین که پول دیپوزیت کنین یا از طریق چک روان کنین. بگذارین که باز هم از آقای امینی گل تشکر کنم که یک ساعت اسپانسر کردن. بگذارین که از تمام شما وطنهای عزیز نازنین، از شما خواهرای غریب پرور خداشناس، فرشته های از خدا، برادرای عزیز، یک دنیا سر تعظیم که شما به این فامیل کمک کردین. خدا مهربان است که اگر امی 5-6000 دلار شرکه این فامیل برای یک سال دو سال آرام باشه. از رضا جان گلم در اتاق کنترل، واقعا رضا خداوند خیر و برکتت بده. رضا جان، رضا جان واقعا امرای ما آنقدر همکاری صادقانه همکاری داره که من رضا را مثل اولادم دوست دارم و هر هفته میگم رضا I love you. بسیار تشکر میکنم رضا جان گلم ازت. بیننده عزیزی بود پروگرامی هفته ما که امیدوار هستم مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا هفته آینده سر ساعت 11 که باز هم میمان خانه شما میباشم، هر کدام شما را به خداوند کریم رحیم میسپارم. روز و روزگار خوش، خداوند یار و مددگار شما. خداحافظ. افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. چای سبز الماس، محصول دیگری از قالین فروشی یوسف. با چای سبز الماس